سرخط خبرها. اطمینان وزیر دفاع ملی با واشنگتن برای امضای توافقنامه امنیتی. از مخالفت ایران در امضای توافقنامه امنیتی تا استقبال گرم تهران از رئیس جمهور کرزی. رئیس جمهور صبح امروز به ایران سفر کرد. و نگرانی از شنود گفتگوهای تلفنی رئیس جمهور کرزی و مقامات دولتی. وزیر مخابرات میگوید سیستم مخابرات افغانستان مسئول نیست. ممکن است که مکالمات ما شما از طرف بعضی ادارات دیگه به شکل غیر قانونی شنیده شده بتونه. با عرض سلام، امروز یک شنبه 7 قوس و 8 دسامبر است. ما هم نشانه نورزاد ابراهیمی هستم. قرار است تا ساعت دیگه بازی کرکت میان افغانستان و پاکستان از مختار لشکری همکارم میپرسم. بله سلام، شبتان بخیر. همانطوری که شما گفتید قرار است تا لحظاتی بعد یک دیدار واقعا بزرگ در تاریخ ورزشی افغانستان میان تیم ملی کرکت افغانستان و پاکستان در کشور امارات در شارجه برگزار شود. این دیدار از هر لحاظ برای ما خیلی قابل اهمیت است، هرچند که برای پاکستان تا اندازه زیادی حالا از بعضی موضوعات سیاسی گذشته این دیدار از لحاظ ورزشی یک بازی کاملا عادی است، اما برای افغانستانی که با ابرقدرت کرکت حال حاضر جهان روبرو میشه فوق العاده این دیدار از لحاظ فنی مهم هست. به همین خاطر شبکه تلویزیونی یک این رقابت را به صورت قانونی نشر میکنه و خریداری کرده برای هموطنان عزیز یک ویژه برنامه را حدود یک ساعت قبل آماده میکنه. مختار، دقیقاً بازی چه زمان آغاز میشه و آمادگی شما به نشر بازی چگونه است؟ رأس ساعت 7 برنامه ما آغاز میشه، رأس ساعت 8 بازی آغاز میشه و ما در برنامه‌ای که یک ساعت قبل از آغاز این دیدار با هموطنانمان خواهیم بود صحبت میکنیم در رابطه با آمادگی و کیفیت تیم ملی افغانستان و پاکستان در دیدار امشب، یک موضوع. و موضوع دوم که ما ارتباط مستقیمی با ولایت ننگرهار و شهر جلال آباد خواهیم داشت تا که از حال و هوای هموطنانمان در رابطه با دیدار امشب مطلع شویم. به صورت اسکایپ ارتباط مستقیمی خواهیم داشت با چند کشور دیگر جهان و با هموطنان ما صحبت خواهیم کرد. همچنین اعضای شماری از اعضای محترم کرکت بورد افغانستان هم در برنامه امشب با ما خواهند بود. مختار، از خودت تشکر. تشکر از شما. وزیر دفاع ملی افغانستان با واشنگتن اطمینان داده است که موافقتنامه امنیتی زمان امضا خواهد شد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که نباید فشار بیشتر بر رئیس جمهور کرزی برای امضای این موافقتنامه وارد شود. این مقام آمریکایی تاکید کرده است که وارد کردن فشار بر آقای کرزی نمیتواند بر امضای موافقتنامه امنیتی سودمند باشد. در اوج تنش‌ها میان کابل و واشنگتن بر سر امضای موافقتنامه امنیتی، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به افغانستان می‌آید، اما رئیس جمهور کرزی به ایران می‌رود. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تاکید می‌ورزد که نباید فشارهای بیشتر بر رئیس جمهور کرزی برای امضای موافقتنامه امنیتی وارد شود. من فکر نمی‌کنم که فشارها از سوی ایالات متحده آمریکا بالای رئیس جمهور کرزی بتوانند برای امضای این موافقتنامه سودمند باشند. در این میان جیمز دابنز فرستاده ویژه باراک اوباما برای افغانستان و پاکستان در سفرش به کابل هشدار داده است که اگر این موافقتنامه امضا نشود افغانستان به جنگ‌های داخلی برخواهد گشت و صلح در این کشور تامین نخواهد شد. اما هنوز هم موضوع‌گیری کابل برای امضای این سند تغییر نکرده است. مهمترین نکته در مرحله فعلی برای دولت افغانستان کسب اطمینان و ضمانت‌های لازمه در دو مورد مشخص است که ما اونا را مطرح کردیم. یکی موضوع قطع کامل هر گونه عملیات نظامی علیه خانه های مردم افغانستان تا باشد که عزت، امنیت و مسئولیت شهروندان افغان در داخل خانه هایشان محفوظ باشد و دوم تلاش های همه جانبه و عملی و حمایت عملی ایالات متحده آمریکا در راستای آغاز یک پروسه صلح ملموس و عملی با مخالفین مسلح دولت افغانستان.
تغییر در امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به یک موضوع دردسرساز برای آینده افغانستان پنداشته می شود. سندی که هدف آن تضمینی برای آینده بهتر افغانستان. این سند افغانستان را در بخش‌های سیاسی، نظامی و نیز در از میان برداشتن تهدیدهای بیرونی بر افغانستان کمک خواهد کرد. در پی مخالفت ایران با امضای موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن، رئیس جمهور کرزی صبح امروز به تهران سفر کرد. پیش از این رئیس جمهور کرزی در جرگه مشورتی از مخالفت ایران با امضای موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن سخن زده بود. ریاست جمهوری گفته است که بهبود روابط دو جانبه از اهداف سفر آقای کرزی به ایران است. هنوز مشخص نیست که موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن چه زمان امضا خواهد شد، اما تا هنوز چندین بار ایران با امضای این موافقتنامه مخالفت کرده است. هدف از سفر رئیس جمهور کرزی به ایران بهبود روابط و گسترش همکاری های دو جانبه عنوان شده است، اما ظاهرا یکی از اهداف سفر آقای کرزی به ایران گفتگو درباره موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن می باشد. با در نظر داشته اهمیت روابط افغانستان با کشورهای همسایه، با در نظر داشته تعهد دولت افغانستان به اینکه مردم و دولت افغانستان هرگز اجازه نخواهد داد به هیچ کشوری که از قلمرو افغانستان علیه صلح، امنیت و یا ثبات کدام کشور همسایه سوء استفاده بکنند، این موضوع در متن موافقتنامه امنیتی و دفاعی بسیار روشن و واضح است و هیچ گونه ابهامی در اون مورد وجود ندارد. ایران در جریان 12 سال گذشته همواره حضور نظامیان خارجی به ویژه آمریکا در افغانستان را اشغال دانسته است، در حالی که نظامیان آمریکا بر بنیاد فیصله های شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان حضور دارند. یگانه کسی که به می پیمان امنیتی ده او ناراضی بوده کشور ایران بوده و الان راههای را برای آقای کرزی نشان میده که چه قسمی از آمریکا باید باج بگیره که فلحال در بسط بین المللی افشا شده. دز مو وطن دی او د ترون د افغانستان په خیر باندې دی. په لحاظ از فکر کوم چې ایران ته باید موږ دومره ډیره اجازه ورنه کړو چې غدې موږ په داخلي مسایلو کې د تړون په سطح باندې خبرې وکړي. جزئیات بیشتر سفر آقای کرزی به ایران پس از پایان سفر روشن خواهد شد، اما به نظر می رسد که موقف ایران در برابر موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن تغییر ناپذیر خواهد بود. در این حال رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور ایران بر امضای یک پیمان همکاری های دراز مدت توافق کردند. سویدن به خاطر کاهش میزان بیسوادی در کشور بیش از 9 میلیون دلار به وزارت معارف کمک کرده است. وزیر معارف کشور میگوید بیش از 4 میلیون شهروند کشور که در سنین 14 تا 45 سال قرار دارند با سواد شدند. به گفته وی از سال 2008 میلادی به این سو زمینه آموزش سواد برای 600 هزار نفر فراهم شده است. بیسوادی از عوامل بنیادی ناامنی، ضعف اقتصادی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی در کشور دانسته شده است. مقام های وزارت معارف می گویند تا هنگامی که شهروندان آگاهی کامل از فواید سواد نداشته باشند، مشکل است تا برای محو بیسوادی خوشبین بود. با این همه این مقام ها امیدوارند که تا 7 سال آینده میزان باسوادان در کشور به 60% افزایش یابد. امروز ایرما باسواد مساختن 4.5 میلیون افغان در 10 سال گذشته توانستم که با 35% بالا ببریم که 20%ش در بین خانم هاست و 50%ش در بین مرد هاست. جمع کنی با دو تقسیم کنی 35 یا 36% برای شما میده. از طریق همین استراتژی که سر میزتان است، ما میخواییم که در 7 سال آینده حد اقل سطح و میزان سواد در افغانستان به 60% بلند ببریم. در چند سال اخیر وزارت معارف و همکاری کشورهای کمک کننده توانسته است که برنامه های سواد آموزی را در کشور را اندازی کند. هرچند نتایج این برنامه ها کمتر سودمند دانسته شده است، اما مقام های وزارت معارف می گویند که تا هنوز برای 600 هزار نفر زمینه های سواد آموزی فراهم شده است. در ادامه همکاری های کشورهای کمک کننده، اکنون کشور سویدن نیز بیش از 9 میلیون دلار را به خاطر کاهش میزان بیسوادی در افغانستان به این وزارت کمک کرده است. سفیر سویدن در افغانستان همچنان برای ادامه همکاری های کشورش در این زمینه وعده داد. The Swedish contribution will amount to almost 10 million US dollars. کمک های سویدن برای افغانستان که نزدیک به 10 میلیون دلار می رسد، بیشتر آن در بخش آموزش و پرورش در افغانستان هزینه شده است. و تا اکنون برای 175 هزار نفر کارگاه های سواد آموزی راه اندازی شده و برای 4500 تن کارگاه های آموزش مسلکی راه اندازی گریده تا زمینه اشتغال برای آنها مهیا شود. و 3000 آموزگار نیز در برنامه های آموزشی سویدن آموزش دیدند.
نماینده های مجلس و عالمان دینی نیز عامل عمده ناداری، مشکلات اجتماعی، بی‌ثباتی و ناامنی را در کشور بلند بودن میزان بی‌سوادی می‌دانند. کشوری هستیم که ما خشونت های بسیار زیاد هم از طرف ابعاد فرهنگیش و هم از بعد سیاسی خشونت های زیاد در افغانستان روان هست. همه اینها به باور ما ریشهش در بیسوادی هست. انگیزه های خطیری که در کشوری ما باعث زیاد بدبختی ها شده است، کمی سطح سواد یا سوای سواد است که امروز به هر جانب زندگی، به هر پرابلمی وقتی که اگر دقت بکنیم و ریشه یابی بکنیم میبینیم که و کمال تأسف نشأت میکند از قلت سواد یا از فقدان سواد. با وجود تلاش های نهادهای مسئول به خاطر کاهش میزان بیسوادی در کشور، هنوز هم افغانستان از کشورهای دانسته میشود که در پایان ترین سطح باسوادی قرار دارد. وزیر مخابرات میگوید سیستم مخابرات افغانستان مسئول نیست و احتمال اینکه گفتگوهای تلفنی رئیس جمهور و دیگر مقامهای ارشد سیاسی از سوی سازمانهای بیرونی شنیده شود وجود دارد. امیرزای سنگین با سناتوران گفت امکان مسئول ساختن گفتگوهای تلفنی وجود دارد، اما افغانستان ابزار پیشرفته در این زمینه ندارد. او همچنان افزود ثبت و راجستر کردن سیم کارت‌ها در افغانستان نیز با مشکل جدی روبروست. آنچه از گفته‌های وزیر مخابرات مشخص است، سیستم مخابراتی افغانستان شاید از غیرمسئول‌ترین سیستم‌ها در جهان است. وزیر مخابرات گفت شنیدن مکالمات به صورت قانونی و غیرقانونی وجود دارد و او نمی‌تواند مسئولیت گفتگوهای تلفنی رئیس جمهور و دیگر سیاستگران ارشد را تضمین کند. انکریپشن یا یک چیز تکنیکی است که مکالمات کد می‌کنند که جانب مقابل باز کسی یک نفر سیومی او را باز شنیده نمیتونه و از او استفاده کردن. لیکن فعلا ما امی سیستما را هم نصب نکردیم، نداریم. ای با منازی است که بسیار ممکن است که مکالمات ما شما از طرف بازی ادارات دیگه به شکل غیر قانونی شنیده شده بتونه. شنیدن گفتگوهای تلفنی به ویژه توسط سازمان استخباراتی آمریکا سر و صداهای جهانی را در پی داشت. در افغانستان هم دو نهاد از لحاظ قانونی حق دارند گفتگوهای تلفنی را نظارت کنند. اما سناتوران ناراحتند که چرا یوتیوب، شبکه‌های کیبل و دیگر نشرات اینترنتی قطع نمی‌شود. آنها همچنان از مشکلات سیستم مخابراتی در افغانستان انتقاد دارند. هیچ گونه کنترل وزارت مخابرات در شبکه های مخابراتی کرده نتوانست که سیستم اینترنتی در افغانستان به صورت خوب و اساسی در آید. از طریق اینترنت همه چیزهایی که نشر می شود، بعضی همه تصاویری نشر می شود که مغایر ارزش های اسلامی و اخلاقی ما می باشد. اما پاسخهای وزیر مخابرات بیشتر از این که برای سناتوران قناعت بخش باشد، بیانگر ضعف سیستم مخابراتی افغانستان بود. وزیر مخابرات گفت به دلیل نبود شناسنامه‌های برقی و مشخص نبودن نشانی خانه‌ها، راجستر کردن سیم کارت‌ها با مشکل روبرو شده است. او افزود تمامی سیم کارت‌ها راجسترند، اما جلوی تقلب را گرفته نمی‌توانند. در افغانستان دو چیز هنوز نداریم. یکی کارت هویت درست و دوم سیستم آدرس. تا که در یک مملکت این دو چیز نباشه، راجستریشن تقریبا بی‌معناست. وزیر مخابرات و سناتوران گفت هیچ گونه کارشیوه نشراتی برای نشرات کیبل در افغانستان وجود ندارد و این کار بیشتر به وزارت اطلاعات و فرهنگ مربوط است تا به آنها. اما او تاکید کرد که بسته کردن یوتیوب هم از صلاحیت های دولت است و آنها مسئولیت تکنیکی آن را بر عهده دارند. سازمان ملل متحد از افزایش خشونت‌ها در برابر بانوان به شدت ابراز نگرانی می‌کند. بر بنیاد یک گزارش تازه سازمان ملل متحد، خشونت‌ها در برابر بانوان 28% افزایش داشته و در یک سال گذشته نزدیک به 1700 مورد خشونت در برابر بانوان به ثبت رسیده است. سازمان ملل متحد برای تطبیق قانون منع خشونت در برابر بانوان خواهان فراهم‌آوری امکانات تکنیکی و پشتیبانی‌های سیاسی برای پلیس و دادستانی شده است. گزارش تازه سازمان ملل متحد که رویدادهای خشونت‌آمیز در برابر بانوان را در 18 ولایت کشور بررسی کرده نشان می‌دهد که خشونت‌ها در برابر بانوان نسبت به سال گذشته 28% افزایش یافته است.
اما تطبیق قانون منع خشونت در برابر زنان هنوز در سطح پایین خود قرار دارد. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از 1700 رویداد خشونت‌آمیز در برابر بانوان، نهادهای عدلی و قضایی تنها به 109 مورد رسیدگی کرده‌اند. سازمان ملل متحد هنوز از رویدادهای خشونت‌بار در برابر زنان که به ثبت نمی‌رسند، ابراز نگرانی می‌کند. ما دریافتیم که پلیس و دادگاه های افغانستان به همکاری و پشتیبانی قوی تکنیکی و سیاسی دولت افغانستان برای رسیدگی به پرونده های بانوان نیاز دارند تا با این پشتیبانی بانوان بتوانند به سیستم قضایی افغانستان مراجعه کرده و به پرونده هایشان رسیدگی شود. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بسیاری از رویدادهای خشونت‌آمیز بر ضد بانوان توسط پلیس رستگی شده که در آنها قانون منع خشونت در برابر بانوان عملی نشده است. ضعف نهادهای عدلی و قضایی و ازدواج‌های پیش از وقت نیز از مواردی است که با انتقاد فعالان حقوق بانوان روبرو شده است. ما می‌خواهیم که سیستم قضای افغانستان، سیستم دولتی افغانستان به صورت کل تغییرات مثبت در او بیاید و با ما قسمی که در فرهنگ خود احترام خاص به زن داریم، ما باید در سیستم خود همونطور هم سیستم خود بسیار ارزش بتیم بر زن. وقتی که یک دختر در سن خرد عروسی میکنه و یا وقتی که یک خانم با فشار بالایش عروسی میشه، اینمی خودش یک منازعی داخل خانه را ایجاد میکنه. وقتی که منازعه در داخل خانه ایجاد شد، و نمو است که ایمیره در اجتماع خرد بیرونه که قریه است و بعد از او در اجتماع ولسوالی و بعد از او در اجتماع ولایتی و بعد از او در اجتماع ملی است. با وجود فعالیت‌های گسترده دولت، جامعه جهانی و نهادهای مدنی، خشونت‌ها در برابر بانوان با گذشت هر سال در حال افزایش است. شاید تگان عامل افزایش خشونت در برابر بانوان سنتی بودن جامعه و دانش پایین مردم بوده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر همکاران بین المللی که کشور را در محو کوکنار همکاری نمی‌کند افشا خواهد ساخت. سرپرست این وزارت میگوید که افغانستان به تنهایی نمیتواند از کشت کوکنار در کشور پیشگیری کند. وی هشدار میدهد اگر همکاران بین المللی در این زمینه همکاری های ضروری را به کشور انجام ندهند، نامهایشان را به مطبوعات خواهد گفت. افغانستان کشوری است که نامش با هراس افکنی و تولید سرسام آور مواد مخدر گره خورده است. ظاهرا تلاش های نهادهای مسئول حکومت افغانستان هم در این زمینه تا اکنون کارساز نبودند. مسئولان مبارزه با مواد مخدر در کشور هم این شکست تلخ را میپذیرند، اما میافزایند که محو این پدیده به همکاری های گسترده داخلی و خارجی نیاز دارد. تمام ارگان هایی که خود را موظف به مبارزه با تروریسم میدانند باید به عنوان پدیده تقویت کننده تروریسم به کمک ما بیاید و تمام ظرفیت هایشان در اینجا مصرف شود. اگر مصرف نشد، ما خود مطبوعاتی مردم هستیم و در افغانستان هم بهترین فشار مطبوعات است. بعد از او باز در دم کمره ها خواد بگویم که این مشکلات وجود داره و این مشکلات ناشی از ماست یا از کسی دیگر است. موین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی کشور نیز کاهش همکاری های داخلی و خارجی را در کار مبارزه با مواد مخدر از علت های مهم افزایش این زهره کشنده می دانند. حمایت ها در سیم باز مادری محدود شده رفته، بخصوص در تنفیذ قانون و او ظرفیت های محو که ما در گذشته داشتیم فعلا نداریم، چرا که ما لغو شده و این ممید است و حمایه کننده است در کنار وزارت مطلب مبارزه اندختگی ها از راه های معقول و منطقی که یا میخوان مبارزه را جدیتر بسازن و این مشکل حل بکنن نشوه. خب بالاخره بعد قانون تنفیذ شده یک کشور، راه حل منطقی شمیز. با گفته واریان ولایت هایی که گواه کشت کوکنار هستند، در این نشست نبودی بدیل های مناسب برای کشاورزان و بازار مناسب کوکنار را از مهمترین علت های افزایش کوکنار در کشور می دانند. پیشتر سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که 200 هزار جریب زمین در افغانستان زیر کشت کوکنار است و نزدیک به 74% از مواد مخدر را نیز در سال پار افغانستان تولید کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که متوقف شدن کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران ناممکن است. وی تأکید کرده است که اگر ایران با توافق ژنو پابند نباشد، تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و آمادگی برای گزینه نظامی نیز وجود دارد. از سوی هم اوباما از توافق ژنو دفاع کرده و گفت که این بهترین روش برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای است. وزارت تجارت و صنایع امروز از روز جهانی رقابت بزرگداشت کرد، اما فرآورده های کشور به خاطر حمایت نشدن از سوی دولت با رکود روبروست.
واردات کالاهای مشابه کشورهای همسایه توانسته است صدها کارخانه داخلی کشور را بسته کند و در رقابت از فرآورده‌های داخلی کشور پیشتاز شوند. اما مسئولان دولتی ظاهرا همساله از روز جهانی رقابت بزرگ داشت می کنند. وزارت صحت و همکاران جهانیش تلاش تازه را به هدف کاهش بیشتر مرگ و میر مادران، کودکان و نوزادان در کشور آغاز کرده است. سرایا دلیل وزیر صحت کشور امروز هنگام معرفی این برنامه ابراز امیدواری کرد که نهادهای همکار این وزارت با ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه بهبود صحت باروری مادران و کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان کار کنند. برو دلیل با آنکه تطبیق گوناگون واکسین ها را در کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان با اهمیت دانست، بر اهمیت عامل دیگر مانند میزان آگاهی خانواده ها از موارد بهداشتی و تغذیه سالم نیز تاکید کرد. وضعیت آب و هوا از طرف شرکت هوایی افق شرق به شما تقدیم می گردد. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. وضعیت آب و هوا از طرف شرکت هوایی افق شرق به شما تقدیم گردید. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. از همراهیتان سپاسگزار است و شب خوش برتان آرزو میکنم.